نعیم دوستدار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد همراه ما هستند. خانم دوستدار، دلایل افزایش آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته چه هست دقیقاً؟ بخش از این دلایل رو ما میتونیم در واقع از مقایسه سال جاری با سال گذشته بررسی و تحلیل بکنیم. بخشش رو باید در یک زمان طولانی تر دید. به طور کلی از سال 91 و از زمانی که سیاست‌های جمعیتی ایران به دستور رهبر جمهوری اسلامی تغییر کرده، ما شاهد افزایش ازدواج کودکان بودیم و این افزایش هر سال نسبت به سال بعد در واقع درصد بالاتری داشته. سال 99 در کل نسبت به سال قبلترش 98 10.5% افزایش داشته. حالا ما میبینیم در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته یه درصدی حدود 32 که خیلی هم درصد بالایی هست افزایش پیدا کرده. خب بخشش همونطوری که گفتم سیاست‌های کلان نظامه، اما بخش دیگریش برمیگرده به امور جاری و روزمره. یعنی ما داریم میبینیم که وضعیت اقتصادی در ایران شکننده و بسیار بحرانی شده و در عین سیاست های کلان تغییر کرده. در نتیجه غیر قابل تصور نیست که بسیاری از خانواده هایی که به مرز فقر و زیر فقر میغلطن، فرزندانشون رو به خاطر بهره برداری از مشوق های مالی که داده میشه و یا برای در واقع خلاص شدن از هزینه های اونها به شوهر بدن، به خصوص در مورد دختران یا پسران رو وادار به ازدواج کنن. به پیامدهای این موضوع هم بپرسیم. عوارض انسانی و فردی چنین ازدواج‌های، ازدواج دختران نوجوان و کودک و همینطور پیامدهای اجتماعی این ازدواج‌ها چه هست؟ خب ازدواج در کودکی هم پیامدهای جسمانی و فردی داره، هم پیامدهای کلان اجتماعی. ما میدونیم که ازدواج در کودکی مقدمه مادر شدن در کودکی هم هست و میدونیم که عمل جنسی با یک کودک نابالغ یا در سنین بسیار کم میتونه مصداق کودک آزاری یا تجاوز به حساب بیاد. کودکان به دلیل نابالغ بودن و به دلیل نداشتن تحصیلات کافی، امکانات مالی کافی، قادر به محافظت خودشون در برابر خطرات رابطه جنسی نیستن. منابع کافی برای پیشگیری از بارداری در اختیارشون قرار نمیگیره. در نتیجه باردار میشن، بارداریشون با خطر مواجه، امکان مرگ و میر مادر و کودک توی این سن بالاتر میره. و خب از نظر اجتماعی هم عوارض گسترده‌ای داره. ما میدونیم کودکانی که ازدواج میکنن معمولا اغلبشون از تحصیل باز میمونن. وقتی از تحصیل باز بمونن، آینده اونها از نظر اقتصادی و اجتماعی کاملا زیر سوال میره، نابود میشه. و خب مجموعه اینها یک چرخه است، یک چرخه‌ای که میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه و مجموعه از مشکلات اجتماعی رو ایجاد بکنه. نهادهای حاکم برای کنترل چنین وضعی و جلوگیری از چنین وضعی برنامه و یا انگیزه‌ای دارن؟ اصلا نمیشه اینطوری تصور کرد، برای اینکه ما به وضوح و به شور آشکار داریم میبینیم که برنامه نهادهای رسمی ترویج این نوع ازدواج هست. ما داریم طرحهای اجرای طرحهای مثل طرح جوانی جمعیت رو میبینیم. ما میبینیم مقاومت در مقابل تغییر سن ازدواج وجود داره. در نتیجه همه این مسائل میشه اینطوری در واقع تحلیل کرد که حاکمیت در تمام ارکان خودش در تلاش هست که اینو ازدواج ها رو ترویج بده. بنابراین نمیشه دنبال برنامه هایی گشت که بخواد این ازدواج ها رو محدود بکنه. دست کم به جز تلاش های محدود برخی از افراد و گروه های فعال حقوق زنان، به شکل رسمی تلاشی برای جلوگیری از اینو ازدواج ها وجود نداره.